جنجال در محفل معرفی والی جدید میدان وردک. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. جنجال ها در محفل معرفی والی جدید میدان وردک. بزرگان شماری از ولسوالی های میدان وردک می گویند که در این ولایت اقوام مختلف زندگی می کنند و تنها قوم وردک نیستند. بزرگان ولسوالی های بهسود، نرخ، جلریز و مرکز این ولایت دفترهای توزیع تذکره الکترونیکی را بستند و از حکومت مرکزی خواهان گنجانیدن نام مکمل این ولایت در تذکره های الکترونیکی شدند. اما قوم بزرگ وردک میگویند که نام تاریخی و رسمی این ولایت وردک است. منابع محلی در ولایت میدان وردک میگویند که در مراسم معرفی والی جدید این ولایت جنجال شده است و شرکت کنندگان مراسم را نیمه تمام ترک کردند. زین الله زرین، خبرنگار و فعال مدنی در ولایت میدان وردک، بر روزنامه صبح کابل میگوید که روز شنبه 15 جوزای سال 1400 در مراسم معرفی لونگ فیضان والی جدید این ولایت شماری از بزرگان این ولسوالی جنجال کردند. با گفته آقای زرین، جنجال زمانی آغاز شد که اختر محمد طاهری رئیس شورای ولایتی میدان وردک هنگام سخنرانیش نام مکمل این ولایت را نگرفته و تنها از آن به نام وردک یاد کرده است. آقای زرین همچنان گفت که بزرگان میدان شهر، ولسوالی های بهسود، نرخ و جلریز در اعتراض به این سخنان آقای طاهری سر و صدا کردند و به رسم اعتراض از جاهایشان بلند شده و محفل را ترک کردند. او گفت که از ماها به این سو جنجال بر سر نام ولایت میدان وردک جریان دارد و با وجود اینکه رئیس جمهور غنی و معاون نخست ریاست جمهوری هدایت داده که نام مکمل این ولایت میدان وردک است، اما هنوز هم در شناسنامه الکترونیکی نمبر پلیت موتر و پاسپورت از این ولایت تنها به نام وردک یاد می شود. بزرگان شماری از ولسوالی های میدان وردک می گویند که در این ولایت اقوام مختلف زندگی می کنند و تنها قوم وردک نیست. بزرگان ولسوالی های بهسود، نرخ، جلریز و مرکز این ولایت دفترهای توزیع تذکره الکترونیکی را بستند و از حکومت مرکزی خواهان گنجانیدن نام مکمل این ولایت در تذکره های الکترونیکی شدند. اما بزرگان قوم وردک میگویند که نام تاریخی و رسمی این ولایت وردک است. گفتنی است که اداره ارگانهای محلی روز جمعه 14 جوزا اعلام کرد که لونگ فیضان به جای عبدالرحمن طارق به عنوان والی جدید این ولایت گماشته شده است. محفل معرفی آقای فیضان روز شنبه 15 جوزا با حضور وزیر اقوام و قبایل، وزیر عدلیه و شماری از معینهای ارگانهای محلی در میدان شهر مرکز این ولایت برگزار شده است. و این در حال است که داوود ناجی میگوید طرح امنیتی غرب کابل رد نشده است. این در حال است که محمد محقق، مشاور سیاسی امنیتی ریاست جمهوری، میگوید که طرح امنیتی غرب کابل از سوی ریاست امنیت ملی رد شده است. داوود ناجی، مشاور ارشد سیاسی شورای امنیت ملی، میگوید طرح امنیتی که از سوی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و پس از مشورت با اقشار مختلف شهروندان ساخته شده زیر کار است و رد نشده است. آقای ناجی روز جمعه 14 جوزا در برگه توییترش نوشته است: یکی طرح امنیتی است که از سوی دفتر استاد دانش و پس از مشورت با اقشار مختلف مردم آماده و به رئیس جمهور داده شده که امکان اجرایی و مؤثریت آن زیر کار است. همزمان استاد محقق طرح دیگری را شخصا
به منظور مفرزه گرفتن به امنیت داده بود که ظاهراً رد شده است. این در حالی است که محمد محقق مشاور سیاسی امنیتی ریاست جمهوری میگوید که طرح امنیتی غرب کابل از سوی ریاست امنیت ملی رد شده است. آقای محقق بر روزنامه صبح کابل میگوید که بزرگان غرب کابل که در تهیه این طرح همکاری کرده بودند در دیدار با او این مسئله را بیان کردند. او افزود مردم بسیار پریشان است که چرا قبول نشده. مقصد یک تدابیر گرفته شود. آقای دانش میگیرد یا امنیت ملی. هر روز مردم کشته شده میرود. هر طرحی که اجرا میشود ما قبول داریم. مقصد جلو خونریزی مردم گرفته شود. دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری که مسئولیت تدوین این طرح را داشت نیز از رد این طرح اظهار بی‌خبری کرده است. محمد هدایت سخنگوی سرور دانش بر روزنامه صبح کابل گفت اینکه استاد محقق از امنیت ملی گفته است دقیق اطلاعی ندارم، چون مخاطب این طرح همه نهادهای امنیتی است. در همین اکنون به شورای امنیت ملی سپرده شده است. امنیت ملی بخشی از نهادهای امنیتی است و طرح مستقیم به این نهاد نرفته است. و در همین حال نخست وزیر پاکستان میگوید که از زمان رهبری او حکومت پاکستان سیاست دهه‌های قبلی و سنتی خود را که بر ایجاد عمق استراتژیک در افغانستان متمرکز بود تا دولت حامی منافع اسلام آباد در کابل شکل بگیرد تغییر داده است. نخست وزیر پاکستان روز جمعه 14 جوزا به خبرگزاری رویترز گفته است هر حکومتی که در افغانستان از سوی مردم برگزیده شود پاکستان باید با آن کنار بیاید و همکاری کند. با گفته او پاکستان نباید تلاش کند در مسائل مربوط به افغانستان مداخله و اعمال نفوذ کند. عمران خان همچنین گفته است که کشورش به دنبال حل و فصل مسئله افغانستان پیش از خروج نیروهای خارجی است تا از بروز جنگ داخلی در همسایگی شرقی خود جلوگیری کند. با گفته او تمام مردم پاکستان در حال حاضر با ترس زندگی می کنند و من حالا از طرف خودم اطمینان می دهم که ما می توانیم مشکلات سیاسی را قبل از رفتن نیروهای آمریکایی حل کنیم. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.